در خبرها شنیدیم که اعتصاب بازاریان و کسبه شهر بانه از 24مین روز خودش هم عبور کرد. در همین باره میخوایم امروز گفتگو کنیم با آقای فرید معدومی تا ببینیم که این اعتصاب از کجا شروع شد و به کجا میرود. خیلی خوش آمدید به برنامه قیام ایران. با تشکر از شما و دعوتی که کردین و با سلام و درود به مردم قهرمان بانه به خاطر اعتصاب پرشکوه و شکوهمندشون که امروز وارد 24مین روز شد. بله. خب آخرین خبرها چی هست از اعتصاب بانه؟ وضعیت چطوره الان اونجا؟ عرض کنم که اعتصاب بانه همونطوری که میدونین 23 روز الان امروز وارد 24مین روز شد، ادامه داره و مردم در یک وحدت و هماهنگی و یک دستی بسیار بسیار عالی به اعتصابشون ادامه دادن به خاطر خواسته های خیلی برحقی که به نظر من دارن. خواسته هستشون چی هست؟ خواسته اونا در به قول خودشون در یک کلام مختصر میگن مرز باز بشه تا ما مغازه‌هامون رو باز کنیم. حرفشون اینه، خواهان باز شدن مرزن که بتونن کسب و کارشون رو راه بندازن، چون کسب و کار اونا مستقیما وابسته به مرزه. بله. که حالا رژیم در مقابل خواسته اونا تا به حال چیکار کرده؟ چیزی که به رژیم برمیگرده، شما خب میدونین رژیم اصلا با سیاست های ضد مردمی که داره اصلا گوش به حرف مردم نمیده و اصلا به فکر مردم نیست، به فکر این نیست مردم آیا روزی دارن ندارن، کار شغل یا برای خانوادهشون میتونن خرج و معاش خانواده رو در بیارن یا نه. جواب رژیم به اینا هیچی نبوده، مرتب اینا رو سر دوونده و مرز رو بسته و اصلا مرز رو باز نمیکنه. در مقابل اعتصاب چی؟ در مقابل اعتصاب رژیم شیوه های مختلفی رو به کار برده. مثلا ظرف چند روز اخیر که شدت پیدا کرده، اولش که اومد گفت که ما هیئت هایی رو میفرستیم که خواسته های شما رو گوش بدن، بعدش که شروع کرد به تهدید کردن اهالی و تطمیع کردنشون، یه سری رو بردن اطلاعات و تهدیدشون کردن، با وثیقه های سنگین آزادشون کردن. تطمیع چی؟ از کنم یه دلم تطمیع کردن که آره ما در آینده نزدیک این مسائل حل میشه و یک فرم قانونی به این کار میدیم و در واقع هدفشون هم چیزی نیست الا اینکه میخوان این اعتصاب رو به هر وسیله ای هست بشکنن و مردم رو به اصطلاح به سطوح بیارن. چون خب خودتون میدونین اعتصاب اولین فشارش رو روی خود همین مردم میاره، چون مردم منبع درآمدشون رو باید ببندن که همین مغازه هاشون باشه و کار کولبری که کار کولبری رو که رژیم بسته، مرز رو بسته چون جنسی نمیذاره وارد شه. بقیهش هم دیگه خب بازار تعطیله، بازار که تعطیله یعنی همه چیز تعطیله، درآمدی ندارن مردم، یعنی درآمدی نیست. یعنی فرض کنین الان خبرهایی که میرسه مثلا خیلی از مردم همون مقدار مختصری رو که داشتن توی مثلا حسابشون همون رو تمام کرد، یا خیلی هاشون هستن قرض میکنن از این یکی اون یکی که بتونن خرج روزانه زن و بچه‌شون رو در بیارن. حتی بعضی آدمای نیکوکار کمک کردن و آدمای فقیرتر که بتونه این اعتصاب دوام بیاره و ادامه پیدا بکنه و این البته خیلی عالیه و نشون دهنده یک وحدت بسیار بسیار روحیه همبستگی در بین مردم، یک روحیه همبستگی بسیار عالی در بین مردم بانه است که هم هوای همدیگر رو دارن و مصرن به این که این اعتصاب رو ادامه بدن تا خواسته های برحقشون جامعه عمل بهش پوشونده بشه. خب حالا رژیم خودش چه توجیهی داره که مرز رو بسته؟ یعنی به چی دلیل؟ حالا دلیلی که خود رژیم عنوان کرده چیه برای اینکه بسته مرز؟ این خیلی نکته جالبیه. رژیم عنوان میکنه که این کاری که اینها میکنن این کار قاچاقه.
همین کار کولبری؟ میگه کار کولبری قاچاقه. من بر جلوگیری از این مرز رو بسته؟ بله. میگه من مرز رو بستم که قاچاق صورت نگیره. خب سوال اینه. اولا مردم میگن چی؟ میگن ما تنها محل درآمدمون همین مرزه. یعنی فرض کنین بارها عنوان کردن، چه تو تجمعاتشون، چه تو نوشته هاشون، تو فریاد هاشون، میگن آجون شما برای ما شرکتی، کارخونه، چیزی، یه محل کسب و کاری درست کنین، ما این کار رو نمی کنیم. شما نگاه کنین مثلا یک کولبر مگه چیکار میکنه؟ از مرز در زمستان و در برف و بوران یا تابستونش فرق نمی کنه، تو این کوهای سر به فلک کشیده، راه ساخت صعب العبور، بایستی چی بار رو رو دوشش حمل کنه، باری که حتی متعلق به خودش هم نیست واقعا، برای مختصر درآمد ناچیزی که بتونه نونه خانواده شو بده، شکم بچه‌ش، زن و بچه‌ش رو سیر کنه. میگن آقا جون ما که از خوشیمون نرفتیم تو این کار، بابا برای ما کار درست کنین، کارخونه، شرکت، هرچی، هر کاری باشه ما میکنیم. ما اتفاقا خیلی برامون بهتره که پیش زن و بچه خودمون باشیم، شبا بیایم خونه، ولی همچی چیزی نیست. رژیم اصلا، چون در پایه این رژیم یک رژیم ضد بشریه، اصلا اعتنایی به وضعیت این مردم نمیکنه. یه طرف میاد مرز رو میبنده، میگه حرف من قاچاقه. حالا خیلی جالبه، در حالی که صحبت های دیگه هم که هستش این هست که بالاخره یکی از دلایل این که مثلا تولید در داخل فلج شده همین قاچاق انبوه کالاست. شاید رژیم با این اقدامش خواسته این لباس رو بهش بپوشونه که میخواد جلوی این رو بگیره به نفع تولید داخلی. آخه این مطلقاً غلطه، مطلقاً. شما علی‌رغم این که این بابا گفته امسال سال کالاهای ایرانی، شما کلان قاچاقچی‌های ایران خود مقامات این رژیمن. اینن درست مثل چی؟ کلان دزدهای ایران همین مقاماتن. همین مقامات رژیم کشتی از بنادر جنوبی مثل بندر گناوه کالا وارد ایران میکنن قاچاق، بدون اینکه کسی بتونه از اینا حسابرسی کنه. متوجه هستین؟ من اجازه بدین یک چیزی رو از خود همین مقامات رژیم یا به اصطلاح نماینده‌های خود مجلس ارتجاع من براتون بخونم که خودشون اعتراف میکنن به اینکه چه فضاحتیه تو این دستگاهشون. میگه چی؟ یک بابایی به اسم مصطفی متورزاده، یه همچی چیزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، به نقل از آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفت، اینو من مستقیم از خود منابع رژیم دارم نقل خدمت شما عرض میکنم، نقل قول نمی کنم، دارم از روش میخونم. میگه چی؟ میگه کالاهایی که از مرزهای کشور، اسکله ها و مبادع غیرقانونی وارد میشوند ارزشی معادل 20 میلیارد دلار دارد و این حجم کالا نمیتواند توسط مرزنشینان و کولبران وارد شده باشد. توجه میکنین؟ این خودش داره اعتراف میکنه و ادامه میده ورود این حجم کالا از طریق مرزها و اسکله‌های غیرقانونی بی تردید نیازمند یک پشتیبانی قدرتمند. قدرتمند زیرش دو تا خط بکشین شما. لوجستیک قوی و داشتن امکانات گسترده حمل و نقل و توزیع کالاست. حالا این حرف کیه؟ همین نماینده مجلس رژیم. یعنی میگه قاچاق که داره کانتینر صورت میگیره، اون خودش یک سیستمی پشتش هست. دقیقاً. یعنی رو بردارن ببرن، یک سیستم قدرتمند. حالا دقیقاً شما این حرف این رو بیار، این در مقایسه با کولبر بیچاره قیاس کن. مثلا کولبری که رو کولش یه کالایی رو میاره با هزار بدبختی، واقعا صحنه‌ش خیلی در حالی که بارها آماج گلوله‌های همین پاسدارا واقع شدن این بیچاره. خبراش از روزانه از اینا میکشن، خودشون اسپا یا قاطرایی هم که استفاده میکنن احیانا. شما قیاس کنین ببینین چقدر این حرف، عذر میخوام از حضور شما، چقدر این حرف مزخرفه که رژیم مدعی مبارزه با قاچاقه.
خب حالا به نظر شما این اعتصاب الان اعتصابی که الان هنوز گفتیم که 24 روز طی کرده چه چشماندازی داره؟ یعنی مردم چی کار میتونن میکنن و رژیم چی کار خواهد کرد؟ مردم خودشون به این نتیجه رسیدن که هیچ راهی به جز ادامه اعتصاب ندارن. چرا اینو خدمتتون عرض میکنم؟ چون رژیم بارها سعی کرد با فرستادن نمیدونم جلیلی مثلا یا با فرستادن استاندار و فرماندار و جلسات متمادی بیاد به اصطلاح سر مردم رو شیره بماله، وعده وعید بده، به اعتصابتون رو فعلا متوقف کنین، یه هفته متوقف، دولت داره فکر میکنه، داره طرح میاره، داره قانونی میکنه، داره چی میکنه. سعی کرده با انواع وسایل و انواع روش های سرکوبگرانه، حتی شما اطلاع دارین 4 روز اخیراً 4 روز تمام مثلا اینترنت بانه قطع بود به خاطر اینکه خبرها به بیرون نرسید. همین الان نیروهای نظامی رو انتظامی رو از شهرهای مختلف وارد بانه کرده که اعتراض شکل نگیره، اعتصاب تبدیل نشه به اعتراض، تبدیل به اعتراض نشه، که تبدیل به راهپیمایی نشه، که اگر تجمعی شد کنترل از دستش در نره. گام بعدی اعتصاب میتونه این باشه. دقیقاً رژیم از این همین وحشت داره. خب مردم به این واقعاً به این ضرورت رسیدن که بجز با وحدت خودشون کاری دیگه نمیشه کرد و کاری پیش نمیره. این رویارویی بین مردم یه طرف روی خواسته های برعقشون و رژیم غارتگری که اساساً به فکر مردمش که نیست، هیچی علیه رژیمش هم طرح میاره، برنامه میاره علیه مردم بله طرح و برنامه میاره. این رویارویی الان وجود داره در صحنه و این رویارویی رژیم حراسش از چیه؟ این رویارویی مبادا از دستش در بره، تبدیل بشه به یک طغیان، گسترش پیدا بکنه و نمونه‌ای بشه برای بقیه شهرهای کردی، چون بالاخره ایران و بقیه ایران دقیقاً ده. چون بس مثلا این نیست که مردم ایران چشمشون رو روی درد و رنجی که مردم بانه میکشن بسته باشن یا ببندن. در زلزله کرمانشاه هم شاهد بودیم که از تمام ایران همه کمک‌هاشون رو به اون سمت کرمانشاه و غرب کشور روانه کرد. چرا؟ چون درد مردم یکیه، چه در بانه، چه در جوانرود که قبلش بود، چه در کرمانشاه، چه در اصفهان و کازرون و بقیه نقاط، چه در تهران. بله. مردم یک درد مشترک دارن، دردشون این رژیمه، این رژیم رو نمیخوان. خب رژیم میخواد چی؟ میخواد بانه رو محدود کنه، ببنده، سر جای خودشون بنشونه اینا رو، صداشون به جایی نرسه، نمونه نشن، الگو نشن برای جاهای دیگه، برای شهرهای اطرافشون، شهرهای کردی اطرافشون به خصوص، و بعد بقیه نقاط ایران. بنابراین رژیم هر کاری از دستش بر بیاد میکنه و کرده. عرض کردم خدمتتون مثلا 90 نفر از اهالی بانه رو همین الان دستگیر کرده، ولی اعتصاب کماکان ادامه داره. اعتصاب ادامه داره، مردم اتفاقا روز به روز اقشار بیشتری به این اعتصاب پیوستن و حمایت کردن. مثلا عده بسیاری از روحانیون محترم بانه اعلام همبستگی کردن و بین مردم سخنرانی کردن و گفتن این وظیفه ماست، وظیفه ما در قبال مردممونه، ما که نمیتونیم چشممون رو روی درد و رنج مردممون ببندیم. بله. این یک وظیفه انسانیه، یک وظیفه ملیه. یا بسیاری از اقشار دیگه مثلا کارمندا یا مثلا سایر مردم، من به عنوان نمونه چند وقت پیش توی مریوان دانشجوهای پیام نور اعلام حمایت کردن از همین اعتصاب مریوان اعتصاب بانه اعلام حمایت کردن از همین اعتصاب بانه، و این خیلی جای واقعا خوشبختیه. بله، درست. و موجب امیده. بله، خب انشاءالله همونطور که گفتید این همبستگی شکل بگیره و مردم هم به خواسته هاشون برسن. تشکر میکنم از اینکه اینجا بودید و توضیحات مبسوطی درباره اعتصاب بانه برامون دادید.
و با آرزوی موفقیت هم برای شما و هم برای مردم بانه. بسیار از شما متشکرم و آرزو دارم که مردم بانه هر چه زودتر به خواسته هاشون برسن، مردم بانه و مردم بقیه شهرهای کردستان و مردم ایران به طور عام و همه بتونن از دست این رژیم واقعا ضد مردمی با همبستگی ملی، با وحدت بی‌نظیر ملی رهایی پیدا بکنن و ایرانی آباد و آزاد و سرشار از کار و زندگی و تلاش و عرض کنم شادی و نشاط داشته باشیم. بله انشاءالله. دیگه هیچ کولبری به خاطر یک لقمه نون توی کوها ماج گلوله ها نشه، ترس لرز عرض کنم این وضعیت از بین بره انشاءالله. خیلی ممنون از شما. همچنین از شما.